کاری که الان میخوام بکنیم اینه که بریم الان چند نوع کلاسینگ مختلف که به درد ژنومیک میخوره رو ببینیم و کلا به درد بیولوژی میخوره رو ببینیم، بعد بریم جلو. این کلاسینگ داستانش از این قراره، بزنین از این مثال شروع کنم. خوب این کلاسینگ داستانش از این قراره، من یه سری نقطه دارم توی فضایی. الان که هر نقطه چیه؟ کسی میدونه هر نقطه الان کلا در همه مثالایی که زدیم هر نقطه دقیقاً یه سامپله، یه سامپلی که چندین تا ویژگی داره. خب حالا مثلا اینجا ما تو دو بود داریم ولی چندین تا ویژگی داره. مثلا یه سامپل ما میتونه مثلا کلی جن باشه، جن ازش اندازه‌گیری شده باشه، مثلا این مثال من میتونه یه سری آزمایش خونی و اینها باشه به اضافه یه سری سوال. ولی در صورت یه سامپل اونیه که فیچرهای مختلفش اندازه‌گیری شده. یادتون باشه من اونجا در تعریف آمار گفتم. خب حالا بنابراین حالا اگر که من یه سری نقطه دارم در فضاهای مختلف میتونم فاصله حساب کنم. فاصله یعنی چی؟ از این جنس که فرض کنیم که من دو تا نقطه روی صفحه دارم، این دو تا نقطه هر کدوم یه x و y دارن، درسته؟ کاری که میام میکنم چیه؟ از فاصله اقلیدسی میتونم استفاده کنم دیگه. فاصله اقلیدسی چیه؟ x1 منهای x2 به توان 2 به اضافه y1 منهای y2 به توان 2 زیر رادیکال. خب این میشه فاصله اقلیدسی. خب همین کار رو میتونم کجا بکنم؟ همین کار رو میتونم تو بعد بالاتر بکنم. خب این بذاری من فرم بندی ریاضیش رو از روی این بیارم. آره این فرض کنید که دو تا نقطه A و B دارم توی فضای N بعدی، تو فضای P بعدی، و فاصله اقلیدسی این دوتا چی میشه؟ میشه یه همچی چیز. خب درای اول منهای درای اول این منهای درای اول این به توان 2 به اضافه همینجور. خب این توی دو بعد چی میشد؟ صرفا میشد مثلا اینو بذارین x1، اینو بذارین x2، اینو بذارین y1، اینو بذارین y2، میشه انگار عرض طولا به توان طولا از هم کم کنیم به توان 2 به اضافه عرضا کم کنیم به توان 2 زیر رادیکال. پس این فاصله اقلیدسی. خب یه دونه فاصله دیگه هم هست اسمش منهتنه. حالا مهم نیست اینا، صرفا الان اسمش بگم منهتنه. منهتن چیکار میکنه؟ میاد به جای اینکه اینا رو کم کنه به توان 2 برسونه، صرفا قدر مطلق میگیره. خب جمع میکنه با هم. خب پس فاصله دو نقطه در فضا رو من میتونم اصطلاحا با متریک های مختلف اندازه گیری کنم. خب متریک همین هست، اینجا به این میگن متریک اقلیدسی، به این میگن متریک منهتن و چیزایی. خب اینا غالبا زمانی ما میتونیم استفاده کنیم که نوع این فیچرها چی باشه؟ عددی باشه دیگه. خب اگه عددی نباشه مثلا نمیتونم کارو کنم. ضمناً اگه پیوسته نباشه خیلی منطقی نیست، مثلا چه میدونم از این که از این جنس که مثلا موجودات چند تا چشم دارن مثلا. خب کم کردن اینا به توان دو رسوندنش خیلی منطقی نیست، صرفاً منظورم که از جنس طول پیوسته است. حالا اینم بکن. پس ما متریکای مختلف داریم. حالا اینو گفتیم، اینو گفتیم، متریکای دیگه هم هست. ولی در هر حال من میتونم بین هر دو نقطه‌ای که میشن دو تا سامپل یه فاصله تعریف کنم. درسته؟ مثلا بین سامپل هام توی حالا جین اکسپرشن پروفایل هم میتونم فاصله تعریف کنم. مثلا میشه همون انگار بیان‌های تک تک ژن‌ها رو اصلا کم کنیم به توان دو برسونیم، با هم جمع کنیم زیر دو. و حالا هدف کلاسترینگ چیه؟ حالا که من یه چیزی به نام فاصله دارم، میخوام گروه هایی که با همدیگه تشکیل یه خوشه رو میدن رو مشخص کنم. این خوشه یعنی چی؟ نقاطی که الان نقاط برام مشخصه، میشن نقاط در فضای بعدی، نقاطی که کنار همن و نسبت به بقیه دورن. درسته؟ بیایم اینجا نگاه کنیم. این الان چند تا الان مثلا این اولیه رو در نظر بگیریم. این اولیه رو اگه در نظر بگیریم، خب به نظر میاد اینا یه خوشن، یه گروهن، اینا یه گروهن، یه گروهن. خب کنار هم دیگه قرار گرفتن. چرا اینا یه گروهن؟ چون علاوه بر اینکه اینها نزدیک به همن، نسبت بقیه هم دورن اصلا. خب و کلاسترینگ هدفش چیه؟ دقیقاً توی این فضای ام بودی بیام گروهای بیان گروهای رو مشخص کنیم که نسبت به هم دیگه نزدیکن، اصلا هم دیگه دورن. بنابراین نهایتاً هدف کلاسترینگ من یه همچین شکلی خواهد. اینها میشن یه گروه، اینها میشن یه گروه، اینها میشن یه گروه. به این شکل. پس
یه سری نقطه در فضا، فضای امبودی که این انتا فیچر هاشن، و بعد میخوام گروه هایی رو مشخص کنم که نزدیک به هم. مثال چیه؟ مثال اینه که فرض کنیم که من یه سری نمونه گیری دارم، حالا از یه بدنی جین اکسپرشن پروفایل دارم، میخوام سل تایپ های مختلف رو مشخص کنم. خب احتمالا اونایی که بیان ژناشون شبیه به هم دیگه است نقاطی هستن که کنار هم دیگه دقیقا. خب و گروه های سمپل رو تشکیل میدم، مثلا گروه سل تایپ پوستی یک دو فلان، من بهتر من نگم اسم گروه یک، گروه دو، مثلا تا گروه فلان. پس هدف کلاسینگ کلن کلاسینگ همین. یه چیز دیگه هم بگم بهش آن سوپروایزد لرنینگ هم میگم. خب چرا؟ بهش میگم یادگیری بدون نظارت. این یعنی چی؟ یعنی که من برای این نقاطم لیبلی ندارم، یعنی از اول نمیدونم که این سل تایپ ها چه نوع سل تایپ. خب و بعدا خودم پیدا میکنم که اینا چجوری شبیه هم میگن. سوال دیگه چی؟ یعنی حالت دیگه چیه؟ سوپروایزده که حالا ما میخواستیم بگیم ولی وقت نمیشه دیگه. سوپروایزد اینه که من این سل تایپ ها رو میدونم که چه شکلیه، و اونجا سوال دیگه از این جنس میاد که حالا اگر که یه سلول جدید اومد با جین اکسپرشن پروفایلش، آیا میتونم توی یکی از این دسته ها بندازمش یا نه؟ پس اونجا سوپروایزده و اینجا آن سوپروایزده. پس آن سوپروایز نه، این لیبل نداره. پس اینم از این. حالا سوالایی که اینجا مطرح میشه توی بیولوژی چیه؟ سوالایی که مطرح میشه توی بیولوژی همونجوری که گفتیم، مثلا اینکه مثلا فرض کنید اینا هر کدوم مثلا یه سری جین مهمن. خب پس که اینا هر کدوم یه سری جین مهمن، جینایی که سل تایپ ها رو میتونن تمایز بدن از هم دیگه، اینا هم یه سری سمپل هم. خب بعد اومدم سمپل ها رو اینجوری دستبندی کردم و جین ها رو هم دستبندی. حالا این جین ها خیلی احتمالا مهم نیست، باشه من دقیقا برعکس گفتم، اینا جین هن، اینا سمپل. خب حالا جین ها خیلی مهم نیستن، این سمپل ها که مهم هن که سل تایپ ها رو مشخص میکنن. حالا این یعنی چی؟ اینو تو فایلوجنتیک تری شاید بعضی ها دیده باشن. این یعنی که این دوتا به هم نزدیکن. خب اینا یه گروه هن، بعد باز دوباره مجموع این دوتا رو اگه در نظر بگیریم با این یکی شبیه، و بعد این دوتا هم با هم شبیه هن، و بعد در نهایت یعنی اینا یه خوشه میتونن باشن، بعد اینا با هم تشکیل باز یه خوشه بزرگتر میدن، اینا هم یه خوشه، و در نهایت همشون انگار یه خوشه. حالا این رنگ ها مثلا به فرض کنید به فراخور، این اصلا مثال جالبی نبود، مثلا این بهتره، مثلا این رنگ هاشون شبیه، و مثلا تا این لاین مثلا یه کلاستر تشکیل میدن، بعد باز دوباره یه کلاستر دیگه. دقیقا اینا اگه کلاستر رو در نظر بگیم، گروه هایی که تشکیل دادن، میبینی که اینا توی مثلا اینها شبیه هم نیست. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که یه چیزی داریم به نام هایرارکیکال کلاسترینگ، یعنی خوشه بندی سلسله مراتبی. خوشه بندی سلسله مراتبی یعنی چی؟ ببخشید من کلن صدام گرفته. خوشبندی سلسله مراتبی یعنی که من دوتا فرض کنید نقاطم تو فضا در نظر بگیرم، یه دونه نقطه رو میگیرم، نزدیکترین به نقطه رو باش در نظر میگیرم، اینا میکنم یک کلاسه. خب اینا میشن برای دوباره یه نقطه در فضا میگیرم در نظر بگیرم، وسطشون رو بگیرم یه نقطه در فضا. دوباره باز الان پس این تا نقطه داشتم، شدن انمن های یکی نقطه. انگار دوباره یه نقطه، دوباره دو تا نزدیکترین نقطه ها رو با هم خوشه میکنم، دوباره بعد باز دوباره نزدیکترین نقطه ها رو با هم خوشه میکنم تا میرم بالا. این دقیقاً همین جوریه. مثلا اینجا در نظر بگیرید دو تا نزدیکترین ها رو مثلا کردم یه اینجا دو تا نزدیکترین ها رو کردم یه خوشه، اینا شدن یه نقطه. بعد اومدم با یه دو تا نزدیکترین ها رو دوباره در نظر گرفتم و همینجوری رفتم بالا. حالا بیام یه نمونه از اینو بریم. بزنیم اول با پیت مپ آشنا بشیم. یه لایبری وجود داره به نام لایبری پیت مپ. خب اینو نصبش کنین لطفا. بعد کاری که ما میکنیم اینه که پس کنیم الان میخوام بین سمپل های مختلف یه دیتایی از شما هم داریم گذاشته بودم اون سر صبح RDS
جی اکس به آر دی دات آر دی اس تو همون فولدر دیتا تو روی دراپ باکس. خب من فرض می‌کنم که اونو شما الان می‌گی. با دستور read rds این رو لطفا بگیریم. چشه لحظه با load نمیخونه rds رو با read rds میخونه. خب این پیت مپ اگه من بزنم میام بیگاهی پیت مپ این 10 تا سمپل اول رو مثلا در نظر بگیریم. بذاریم اول یه نگاهی به شکل داده بکنیم. اگه نگاه کنیم بذارین اندازش رو بگیریم 101 در 45110. خب که این چیه؟ من اومدم برای 101 تا سمپل خب جین اکسپریشن ها رو چسبوندم به فیچر های اون سمپل ها. اگر یادتون باشه سمپل گروپ بود، کالر کد داشت، از این چیزها. خب اگه نگاه کنیم کال نیمزش رو خیلی طولانیه کال نیمزه، مثلا دهته آخر رو نگاه کنیم چون من فیچرهای اصلی رو چسبوندم اون دهته آخر. برای اینکه بگیم دهته آخر چی میگیم؟ میگیم لنگسه نه تیم اکس لنگسه این چیه؟ این چیکار میکنه؟ این دیم اکس ببینید دیم اکس چی میبن میداد؟ این ابعاد رو میداد دیگه. خب یه دونه وکتور برمیگردون که اولی تعداد سطح هاست، این تعداد ستون هاست. خب میگم که دهته آخر رو من بده، یعنی از منهای ده، از این منهای ده تا خودشون. خب با من اندیس بشمون چی؟ آها دو گفتم دیگه. ببینید این دیم اکس یه وکتور دوتایی برمیگردونه، اولی تعداد سطر هاست، دومی تعداد ستون هاست. سخته دیگه، تا این رفتم نگاه کردم چند بود و اینا. این هم یه کاریه، من ترجیح همی که چون مثلا اگر این کارو بکنیم بعدا یه نفر کد ناکنه اینجوری نیستش که وای 45100 و فلان چیه، یعنی کدتون خاناتر میشه. واسه همین هم کلا میگیم فانکشن مثلا بذاریم تا جایی که میتونیم. این چرا اشکال میگیره از ما؟ فکر نکنم آمون. تیم اکس رو اگه بگیریم درسته دیگه 45100 تا 45110. آها آره کل نیمز. خب یه چیزی وکتور ما چیز دو بعدی داشتیم بهش میگیم. خب اگه ببینم میبینم این دوتا احتمالاً اسم جنن، اینم فایل نیم، اینم با زوره از چیزاست، از این شروع میشه در واقع بگیم از منهای 7 دیگه. خب حالا اگه ببینم امبریونیک دی رو دارم برای هر سامپل، لینیج و نام این چیزا. کاری که میخوایم بکنیم اینه که یه دونه هایرارکال کلاسترینگ ببینیم. چجوری میبینیم؟ میگیم که آقا بیاین برای کل مثلا برای 50 تای اول کلاسترشون کنیم. چجوری کلاسترشون میکنیم؟ چیکار میکنیم برای کلاستر کردن؟ فاصله شون چجوری تعریف میکنیم؟ این یه راه خوبی که وجود داره اینجا. میان مثلا کوریلیشن میگیرن
کوریلیشن این وری میگرفت یا این وری ها این وری میگرفت تی اکس کور تی اکس رو میریزم تو کور داد اکس. حالا من میگم تو دارم چی کار میکنم. بزه 100% رو باید پیدا کنم. بزن یه لحظه مثلا 5 تا اولش رو بگیرم ببینم. من فکر کنم از به نومریک نومریک دیگه. آها زمان از 45000 رو نمیدونم خورده ای به بعد، یعنی دقیقا از همین پس میشه یک تا خب الان نکته که وجود داره چیکار کرد برای من؟ من اومدم کوریلیشن گرفتم، یعنی همبستگی گرفتم بین سمپل های مختلف. خب یه کار خوبیه که میکنن، میبینن که هر دو تا سمپل چقدر شبیه به هم دیگه، انگار چقدر همبستن با هم دیگه. بعد این کمک میکنه که ما اگر که روی این کلاسرینگ بزنیم، حالا روی کوریلیشنه میبینیم که جدا میکنه واقعا سمپل ها رو. بیاین انجامش بدیم. الان من بین 1 تا 5 گرفتم، حالا مثلا 1 تا 50 رو میگیرم برای 50 تا سمپل اول. حساب کرد برام که همچین چیزی دارم. یه سریاش این پی ای چیه؟ کسی میدونی این سل تایپ؟ یه دونه این اپیدرمال رو دیگه پی ای چیه؟ حالا یک چیزی هست پریفرا؟ نه پریفرا کجا؟ حالا هرچی. حالا بذاریم پی هیت مپ بکشیم ازش. پی هیت مپ فور دات اکس چقدر فاجعه است. از این لود کنی خیلی خسته است. آره. ببین بذاریم برای اینکه من کاری که میخوام بکنم اینه، میخوام چیز کنم، کلاستر کنم با استفاده از همین پیت مپ. بعد میخوام اضافه کنم اون گروه ها، سمپل گروه ها رو. خب ببینم که آیا واقعا این کلاسترینگ جواب درست داده یا نه. میخوام کاری که بکنم یه دونه سمپل 25 تایی میگیرم، خب از 1 تا 101 یه سمپل 25، یعنی 25 تا از سمپل ها رو برمیدارم، همین کار رو دوباره انجام میدم چون 50 تا خیلی داره طول میکشه نشون بده. آه ببین برای اینکه من میخوام عکس رو سیف کنم چون کیفیتش خیلی پایینه، برای اینکه کیفیت بالا بگیرم عکس رو سیف میکنم. 10 اینچ در 10 اینچ هم میزنم، خیلی کار خوبی نیست. ولی بعد کجا سیفش میکنم؟ همچنی که بهتون گفتم برین توی پلاتس که با اسم مناسب اینو میشه اینجا اسم مناسبش هم اینه که پیمیت من. خب حالا اینیم که با چه کیفیت خوبی داریم اینجا. خیلی جالب نشد این، مثلا یه دونه کلاستر اینجا میبینیم ما، این کلاستریه که شما میبینید. خب میبینین هم تو پیت مپ میبینیم و میبینیم که این ستا هر سه یه دونه سل تایپ هم. درسته؟ حالا این چرا ما اصلا اومدیم چیکار کردیم؟ مثلا آها یه دونه کلاستر دیگه هم، تقریبا این هم یه کلاستر دیگه، این مربع در نظر بگیریم. میبینیم که اینها همه مثلا از نوع ناکاوت FGF4 هن.
امبریونیک دیشون هم یکیه، یا مثلا این دوتا امبریونیک دیشون 4.5 مثلا فلان چیز نکرد. پس این اومد برای من کلاستر کرد. حالا اصلا من چرا از این تکنیک استفاده کردم؟ ببینید من میخوام تعریف کنم فاصله بین هر دوتا سمپل. یه راه اینه که دو تا چیز 45000 تایی رو بیام مثلا کم، یعنی فاصله دو تا چیز 45000 تایی رو بیام بگیرم. درسته هر سمپل چیز 45000 تایی دیگه، هر فیچر میشه یه جین، 45000 تا جین دارم، دو تا نقطه در فضای 45000 تایی. خب خیلی محاسبات زیاد و مثلا اگه بخوام بین مثلا 50 تا حساب کنم مثلا خیلی طول میکشه. کار دیگه که میان میکنن چیه؟ اینه که میان بین دو به دو اینها کویلیشن میگیره. خب کویلیشن یعنی چی؟ یعنی چقدر این دوتا شبیه به هم دیگه است مثلا بیان. خب و حالا اگه بیان فاصله بگیرم الان هم منطقیه دیگه، چون انگاری بردار در واقع فیچرهای هر موجود هر سمپل میشه میزان نزدیکیش به بقیه سمپل. یکم به این فکر کنیم باز با عقل سلیم اینجور دن. خب پس به جایی که بخوام 45000 تا، یعنی دو تا چیز در فضای 45000 تا رو فاصله شو حساب کنم که خیلی کامپیوتیشن ها سخته، میام کویلیشن میگیرم بعد روی اون چیز میکنم. البته این نادقیق‌تر از اون قطعا ها، خیلی نادقیق‌تره حالا، ولی خب الان فعلا تقریبا داره کار میکنه دیگه. آه رو همش میگیرم دیگه. ببین نه، نکته که وجود داره اینه، من هر سمپل رو با یه سمپل دیگه کویلیشن میگیرم. کویلیشن یعنی چی؟ یعنی که مقادیر مثلا این بردار که 45000 تایی با 45000 تایی دیگه چقدر شبیه. نه نه این داره دو تا ببین کلا کویلیشن که چجوری میتونیم حساب کنیم؟ دو تا بردار داریم میخوام ببینیم چجوری شبیه هم دیگه. خب الان هم دو تا بردار داریم دیگه، سمپل یک و سمپل دو. حالا بین دو به دو سمپل ها داریم کار میکنیم، بین دو به دو جن ها نیستا که میگین 45000 تا دو به دو، این شکلی نیست. بین دو به دو سمپل ها داریم. آره و خب همین اتفاقا برام مناسبه دیگه، میخوام ببینم کویلیشن این دو تا چقده، از رو کجا میبینم؟ از رو کل 45000 تا. یه عدد. آره خب حالا این یه نمونه هایرارکیکال کلاسترینگ بود. روش دیگه هم که وجود داره اسمش اچ کلاسته. خب اچ کلاست هم ببینیم چجوری کار میکنه. اچ کلاس یه دی میگیره که یه دیست. آها به اچ کلاس باید یه دونه دیست بدیم. هم میگم الان این دیسته چیه. خب یه چیزی وجود داره به نام اچ کلاس، یعنی همون هایرارکیکال کلاسترینگ. فقط شما چیزی که باید بهش بدین از جنس همون دیستنس است، یعنی میگین دیستنس دو به دو نقاط چیه. خب و برای اینکه دیستنس رو حساب کنن این ورودی دیستنس چیه؟ ورودی دیستنس یه دونه ماتریسه. خب یه ماتریس عددی. الان واضحه که داریم چیکار میکنیم؟ یادتونه دیگه برای کلاسترینگ ما بعد اول یه دیستنسی بین دو به دو نقاط تعریف می‌کردیم. با این دیسته اون رو انجام میدیم. این کوردار x هم همون ورودیمونه دیگه. نقاطمون تو گفتیم کویلیشن، یعنی اون بردارای کویلیشنه که در واقع می‌خوایم بینشون فاصله حساب. بعد میام چیکار می‌کنیم؟ همین رو پلات می‌کنیم. خب تو پلات این دفعه می‌ذارم h پلاست. که واقعا بده. دلیلش این ابعاد یه شکلیه که من تنظیم نکردم. ده ده کلن هر چقدر اینو ببریم بالاتر الان بهتون میگن چه اتفاقی میفته. هر چقدر ای بابا هر چقدر اینو ببریم بالاتر فونتاتون ریستر میشه، این شکلتون بزرگتر میشه. نمیم چرا خیلی عجیبه این فونتاتون، مثلا الان من اینو 100% ولی خب باعث میشه که رزولوشنت هم بره خیلی بالا دید. حالا ما بیایم به اینا نگاه کنیم. این دقیقاً اچ کلاسه، همون چیزیه که داشتیم روی پی هیت مپ. خب بیایم اینا نگاه کنیم. حالا می‌بینیم که اون ستایی که ایاتون باشه این ستا با هم افتادن، بعد با اینا شبیهن. چرا مثلا اینا هم افتادن کنار اینا؟ جد مشترک نزدیک دارن. چون هر دوتاشون
امبریونیکده 4.5 هم دیگه درسته، ولی این دوتا چون ناکاوت هن، این دوتا عادی هن، باز یه سری ناکاوت میبینیم که اینجا افتادن کنار هم دیگه و حالا مثلا این عجیبه دیگه، چرا اینا با هم، این ناکاوت ها اینجا شبیه‌ترن به وایلد تایپ ها تا بقیه. بعد به این صورت پس این هم اچ کلاس. خب پس هایرارکال کلاسترینگ الان ما یاد گرفتیم واسه مقایسه. ببین فاصله میاد حساب میکنه، خب این فاصله روی تعداد فیچره. حالا ما میتونیم خود ژن ها رو بگیریم، خود ژن ها رو در نظر بگیریم. گفتم 45000 تا ژن داریم، تک به تک باید اینا رو از هم کم کنه، بعد یه عدد میشه اینا رو به تمام دو باید برسونه، جمع کنه 45000 تا عدد. خب این خیلی طول بیشتر میکشه تا اینکه ما بیایم یه چیزی مثلا 25 در 25 مثل این کوریلیشن ایجاد کنیم. خب الان هر سامپل هم یه چیز 25 تاییه، بنابراین اون دیستنس رو بخواد حساب کنه میشه 25 تا عدد، هر کدوم به تمام دو برسون جمع کن. پس الان کاری که داریم میکنیم رو همون فیچرهاست و میانگینی در کار نیست، همه فیچرها رو میاره، فقط تو اولی یعنی حالت اول که حالا استفاده نکردم 45000 تا کلا همه شد میاد حساب میکنه. اینجا کوریلیشن گرفتم که هر کدوم از اینها، هر کدوم از سامپل ها یه فیچر، یه فیچر ست 25 تایی، 25 تایی. این کوریلیشن دات کور دات ایکس رو اگه ببینم، ببینم 25 تا سامپل سلکت کردم رندوملی، ببینم اگه اینو ناکنم، ببین این هر کدوم از سطرها، هر کدوم از ستونها که قراره بین ستونها در واقع دیستنس بگیره، خب یه دونه از سمپل ها رو نشون میده. خب تو هر خونه کوریلیشن یه سمپل با اون سمپلی که سطر رو نشون میده رو داره. کوریلیشن این همبستگی، یعنی چقدر بردارهای برنجانشون شبیه هم دیگه. بعد میان فاصله رو بین ستونهای مختلف در نظر پیدا میده. کلشو میتونیم بگیریم دیگه. من 25 سابست کردم اینا، فقط رندوملی گرفتم که مثلا اگه مثلا 10 تا اولو میگرفتم همشون اپیدرمال سمونی مثلا میخواستم، فقط یه چیزی باشه که دایورسیتی داشته باشه بتونم چی ها تیه دارم. ببین کوریلیشن این تابع کوریلیشن حساب میکنه، بعد بین ستونهای مختلف ماتریس که بهش میدم حساب میکنه. خب ولی ستونهای من اونجا ژنها بودن، نمیخواستم بین ژنها حساب کنم، مثلا بین سطرها، بین سمپل ها کنید تو سطرها بودم، من این ترانسپوز گرفتم. این تیه ترانسپوز یعنی ترانهاده، ماتریس رو برعکس میکنیم بریشون. آه من میخواستم که ببین اون ایاتون باشه، این ماتریسی که داشتم اون ستونه های آخرش چی بود؟ مثلا یه سری چیز، یه سری ویژگی مثلا سمپل گروپ بود و نام رنگ بود و آه میخواستم اونا رو پاک کنم، فقط اکسپریشن ها بمونم. ده تای آخر بی خیال شیم. نه این منهای ده اندیس رو داره نشون میده، میگه از یک تا آره از یک تا اون. میپرسن که چرا یه دونه سمپل رندوم گرفتیم، این یک تا صد و یک سمپل ها رو نشون میده، ژن ها رو نشونه. بعد میخواستم از اونها 25 رو انتخاب کنم، چون طول میکشید مثلا 100 درصد بخواد، یعنی یه چیز 100 درصد بخواد کوریلیشنشو حساب کنه. خب بعد اومدم سامپل چرا سامپل گرفتم، چرا 1 تا 25 رو نگرفتم، چون مثلا 1 تا 25 کلیشون اپیدرمال مثلا روز ثانی بود، می‌خواستم دایورسیتی داشته باشیم بین سامپل گروپا که مثلا این پیت پیت مپ بتونه نشون بده این کلاسترایی که ایجاد کرده منطقیه. وقتی سطرها که بعد از آره چرا 10 تا آخر نگفتم 10 تا آخر فیچرهای ایات باشه مثلا سامپل گروپ بود و نمیدونم از این چیزا بود، نمیخواستم اونا داشته، فقط میخواستم بیان ژنا رو داشته باشم. ترانسپوز کردم به خاطر اینکه کوریلیشن وقتی میخوام بگیرم بین ستون ها کوریلیشن میگیره. الان یعنی بین سامپل ها میخواستم کوریلیشن بگیرم دیگه. خب بعد سامپل ها تو سطر بودن تو اون ماتریس اکسپرشن، ترانسپوز کردم که اینا بیان تو ستون ها. پس اینم هایرارکال کلاسترینگ. این دیستی که شما میبینید من استفاده کردم، این یه دونه فیچر داره میگه که چرا بذارین این دیسته دیست
متد. نه چرا نیاورد اینجا متد، اینجا به جای اوکلیدین میتونه بذاریم تو متد یا ماکسیمم باشه، منهتن باشه، هر چیزی باشه. ولی الان ارزشش مهمه. همین ببین گفتم اگه فضاتون پیوسته باشه، اگه مثلا دیتا هاتون نرمال باشن تقریبا، اینا خیلی خوبه، رایجه که از اوکلیدوسی استفاده کنید. خب ولی مثلا اگر که گسسته باشن، مثلا باینری میتونین استفاده کنین که برابر هستن یا نه، مثلا به باینری واقعا بهتر. خاطر چی؟ بخاطر اینکه مثلا فرض کنین که یعنی فرضو بکنین. پس ببین من یه سری فیچر دارم که مثلا یه سری سوال پرسیدم، مثلا همون پرسشنامه که داشتم. خب 1 و 2 و 3 اشاره شدین مثلا شام معمولا چی میخورین؟ یکی میگه ماهی میخورم، یکی میگه مثلا سبزیجات میخورم، یکی میگه مرغ میخورم، یکی میگه مثلا چربی میخورم. خب فاصله این دو تا سوال از همدیگه رو مثلا گزینه 1 تا 4 اگه در نظر بگیریم، خب 4 تا 1 واقعا فرقی نداره با 2 تا 3، هر دوشون فقط متفاوته. برای این کافیه ببینم متفاوتن یا نه، برای از بهتر از فاصله باینری استفاده کنم. خب مثلا اوکلیدوسی که اصلا معنی نداره، یعنی 4 میگم گزینه 1 تا 4 فرقش همونیه که 2 تا 3 هست. فهمی چرا میگم؟ مثلا گسسته باشم باینری مثلا گزینه خوبیه، منهتن گزینه خوبیه، اوکلیدوسی خیلی مطمئن نیستم گزینه خوبی باشه، ولی همچنان کار میکنه. این فاصله رو نشون میده، ولی اتفاقا یه خیلی ریز میشیم. ببینید اگر که نگاه کنم، بذارید اینجا بهتون یه شکل خوب نشون بدم که ببینید فرق اینا چیه. این فرض کنید فاصله اول فرق، این خیلی سوال ریزیه. میپرسن که منهتن مثلا برای گسسته چرا پیشنهاد کردین منهتن بهتره تا اوکلیدوسی؟ ببینید فاصله اوکلیدوسی رو در نظر بگیرین. به این فرض کنید که من فواصل از مبدا رو دارم اندازه میگیرم، فواصل هر نقطه توی مختصات دو بعدی تا مبدا. خب هر کدوم از این دایره ها مثلا یه فاصله x خاصی رو از مبدا نشون میدن، درسته؟ مثلا یکی 1 فرض کنید، 2 این 3، رو همه این دایره فواصل تمام نقاط این دایره تا مبدا ریز ثابت با متریک اوکلیدوسی. این مثالی که داریم مثلا 4 تا حالت داریم که مثلا این عددی که دارن چپ یا فاصله نه، هر یه حالت مثلا منهتن تو اون کیس خاص آره اشتباه، ولی اگه گسسته باشه کلا، ولی حالا مثلا فرض کنید 1 تا 4 واقعا ترتیب باشه، مثلا چقدر نمک می‌خورید، زیاد کم فرض، اون عدد مهمه. حالا اینم که داشتم میگفتم، اینم داستان اینه که اگر شما از متریک اوکلیدوسی استفاده کنین، کانتورها، کانتورها یعنی نقاطی، یعنی جاهایی که مقادیر برابر دارن، اونهایی که فواصل از مثلا نقطه مبدا برابر یه چیز خاصی، اینا میشن دایره، ولی اگر از منهتن استفاده کنین اینا میشن مربع. حالا اینو تحقیق کنین که چرا. شما خب شاید خیلی علاقمند نباشید تحقیق کنین. خب ما یه دونه کلاسترینگ دیگه هم داریم بگیم، اسمش کی مینز. آقا ما میگیم که دیتامو نگاه میکنم و فرض میکنم که از ابتدا فرض میکنم که دیتا خوشه دارم. خب بعد میام کی تا مرکز میذارم توی فضام، بعد نقاطی که نزدیکترین رو به اینها هستن رو میگیرم یه کلاستر. حالا یعنی نه اینجوری میگم، هر نقطه آیا به این یکی نزدیکتر یا به این یکی نزدیکتر، یعنی اول کی تا مرکز توی دیتا مشخص میکنم، بعد میگم که هر نقطه به کدوم یکی از این کی تا نسبت به بقیه نزدیکتر. خب بعد اونایی که بعد هر کدومو بر اساس اون مرکزش میگم که یک کلاستر. خب این وقتیه که من مرکزها رو مشخص کردم، ولی برای خود این تعیین این مرکزها و بهینه کردن این مرکزها داستان زیاده. یعنی یک کاری میکنه که مجموع فواصل از اون مراکز، یعنی مرکز یه جوری تعیین میکنه که مجموع فواصل از اون مرکز کمینه بشه. حالا این بعد حالا هم با عقل سلیم در میاد، هم به صورت شهودی و ریاضیاتی هم میشه ثابت کرد که این مراکزی که نهایتا به دست میان میشن انگار مرکز ثقل یا میانگین اون نقاط توی خوشه. حالا این میشه کی مینز. اگه میانگین باشه میشه کی مینز، اگه میانه باشه میشه کی مدیانت، اگه مثلا یه چیز دیگه هم هست، چیز دیگه هم میگن یادم نمیاد،
حالا اینا رو اگه نگاه کنیم این یه سری نقطه قرمز، مثلا این نقطه قرمز میانگین این کلاستر، این نقطه آبی میانگین این کلاستر و به همیشه. پس یه پارامتر داره و اون که چند تا خوشه میخوام بکنم. دقیقاً مسئله وارد برش اینه که این آزمون خطاییه. البته کاری که میان میکنن کی‌های مختلف میذارن، بعد مجموع فواصل از نقاط به عنوان خطا رو در نظر میگیرن، بعد سعی میکنن این کمی نشه. آره بعد دقیقاً همین یه وزنی هم میدن که یه به نسبت اینکه کی مثلا چی باشه، مثلا فرض کنید ضرب میکنن در کی، یه ضرب مثلا یه فانکشنی از کی هم، یه فانکشن سودی از کی هم هست خطا. خب بریم یه دونه کی مینز هم انجام بدیم، بعد این جلسه رو تمام کنیم خیلی راحت. کی مینز این شکلیه که همون کور رو در نظر بگیم، کور دات اکس رو در نظر بگیریم، میگم چند تا سنتر داره، این ان استارت میگه چند بار شروع کنم. من مثلا با این کار ندارم، اینو بذاریم حذف شو. خب حالا اگه کیسر رو در نظر بگیرم، اگه کیسر رو در نظر بگیرم یه کلاستر داره که اگه این کلاستر رو چاپ کنم به من میگه که هر کدوم از این سمپلا میفتن تو کدوم کلاستر. سه تا کلاستر هم دارم دیگه، برای من یا یکن یا دو هن یا سه. خب این از این. بعد با خودتون ممکنه بگید که این که ویژوالیزیشن نداره، یک عزیزانی اومدن اینو هم ویژوالایز کردن. یه چیزی هست به نام FVS کلاستر که یه دونه خروجی K-means میگیره بعد براتون شکل رو میکشه. فقط میگه من FVS کلاستر رو ندارم. خب من احتمالاً FVS کلاستر رو ببینیم از چه FVS کلاستر ببینیم مال چه پکیجی FVS کلاستر، ببینیم من اصلا دارمش یا نه. عجیبه که ندارمش. بذارین اینجوری سرچ کنم ببینم FVS. چرا این پکیجش معلوم نیست؟ شاید خودش FVS کلاستره. تو این میگی لایبرری اینه فکر کنم فاکتو اکسترا. خب من فاکتو اکسترا رو دارم، شما نصبش کنی فاکتو اکسترا رو بزنیم ببینیم آیا که x باید نومریک باشه. چه مشکلی داریم؟ df دیتا فریم اون اشتباه دیگه، اسمش core dot x به. خب بعد اگه این p2 رو بکشم طولش میده. یه همچین شکلی هم همین که حالا بعد میتونم اینا رو اسم گذاری کنم و اینا. بذاریم بینیم اسمم میتونیم بدیم اینجا بهش، اسمم میتونیم بدیم، شاید از این بتونیم نگاه کنیم اسمم میتونیم بدیم. اینجا اسم داده FVS کلاستر. چرا فاینال اینا که اسم دارن.
فاینال چی هست؟ من دنبال اینم که اینا الان اسم داشته باشن. الان اسم ندارن. اگه اسم داشته باشن بعد اون موقع میتونم ببینم که اینا چه سمپل گروپی ان اینا دیگه. بذار ببینیم کل نیمز اگه بهش بدیم. اینم که اسم هم که داره. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه بعض موقع اونم من یه چیز رو پاک کردم اسم گذاشت اکسپورت کنیم من بکنیم ده 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 اینم میشه خب الان این شکلا رو دارم. چقدر جالب. ببینید که این ای 4 و نیم نمیدونم فلان کی و اینا با هم دیگه افتادن. اینا چی ان؟ اینا هم همشون از این ناکاتان. فقط یه دونه سامپل دور افتاده دارم اینجا. یه دونه سامپل البته اینجا دارم. اینا هم یه قاطی داره توش. کلاً کلیتش اینه که این نقاط به این نزدیکترن تا دو مرکز دیگه. که اینم میشه میانگین اینها. حالا density based هم میتونه باشه ولی ببین الان اصلا ما جوری که تولیدش کردیم همینه. ببین یه دونه object k-means گرفتیم بعد اینو دادیم به fs کلاسه. آها یه نمیدونم اینجا چیز داشت یه دونه type تا geom داشت که من geomشو دادم point اون موقع بعد point که میدادم اسم نمیابود دارم نه چرا اینا چون رپرن یعنی که انگار این توسط جی پلات تولید میشه اون زیر مثلا یه سری جزئیات رو حذف میکنم و حواسشون نیست yes. خیلی خوب خسته نباشید یه اکسپریمنتال دیزاین مونده که انشالله اونم خوبی و خوشی